پژوهان عزیز، به درس ششم دیالوگ دموکراتیک خوش آمدید. اصل مهمی که باید رعایت بشه در طراحی دیالوگ، اصل تشریک مساعی در طراحی هست. طراحی دیالوگ بخشی از خود فرایند هست. توی خود این بخش از فرایند دیالوگ یه مقدار از کار دیالوگ داره انجام میشه. ایجاد احساس تعلق در شرکت کنندگان، صاحب کار بودن، همینجا شروع میشه. طراحی چیزی نیست که قبلا یه تیم اجرایی انجام بدن بعد بیان شرکت کنندگان رو بیارن تو و بگن خب این طرح دیالوگه. از همون ابتدای امر شرکت کنندگان باید در شرکت بکنن. راه های مختلفی وجود داره برای اینی که شرکت کنندگانی که الزاماً متخصص نیستن، تعاریفشون از مشکل دقیق نیست، تجربه کافی ندارن، همینجوری فلبداهه وارد طراحی بشن، یه بی نظمی به وجود نیارن در پیشرفت. خود این یکی از مهارت‌های اون متخصص دیالوگ است که به گونه‌ای تشریک مساعی در طراحی دیالوگ از بد و امر بکنه که نظم رو به هم نزنه. طرق مختلفی هست. کارگاه‌هایی هستن، دستور کار برای کارگاه‌هایی هستن که خوب پاخورده و الان تبدیل به یه سلسله دستور کارهای منظم شده، از اونا میشه استفاده کرد. کارگاهی که در اون شرکت کنندگان میشینن و پختگی کافی رو پیدا میکنن برای اینی که کمک مثبت و منظم به طراحی بکنن. اندیشکده های موقتی به وجود میاد. همه اون اضلاع مثلثی رو که قبلا راجع به صحبت کردیم تو این اندیشکده مورد بررسی قرار میگیره. طبیعت مشکل، ذات مشکل، مشکلات روانشناختی بین شرکت کنندگان، سوابق تاریخیشون، فرهنگیشون و مشکلاتی ممکنه در فرایند و دستور کار پیشبرد دیالوگ به وجود بیاد، تو این اندیشکده مورد بررسی قرار میگیره و پخته میشن، مجربتر میشن شرکت کنندگان برای که بتونن اثرگذاری مثبت پیدا کنن. یه مسئولیت اخلاقی هم اینجا پیدا میکنن برای اینی که سازنده باشه پیشنهاداتشون. اینام باز از مهارت‌های اون تیم اجرایی و خصوص متخصص دیالوگ هست که این روحیه سازندگی رو در شرکت کنندگان تقویت بکنه. گاهی اوقات طرفین که حل مشکل بین اونها موضوع دیالوگ هست، فاصله بیشتر، فاصله سیاسی، فکری، گاهی اوقات جغرافیایی که اجازه نمیده توی یه اتاق، توی یه اندیشکده موقتی، توی یه کارگاه جمعشون بکنین و با صمیمیت از همون اول بنشینن. مشکلات عمیق‌تر از این هست. فنونی باز وجود داره، کلاسه شده، مستخرج از تجربیات قبلی دیالوگ دموکراتیک، دیپلماسی بین طرفین. میگن جمعی معمول میشن که یه صحبتی با یه طرف بکنن، یه صحبتی همون جمع با طرف دیگر بکنن، بعد اینها بنشینن بحث بکنن، کم کم به درون این بحث بکشونن طرفین رو برای که ظرفیت سازی بشه و آمادگی کافی برای یه دیالوگ سازنده برقرار بشه. یکی از مشکلات هر دیالوگ دموکراتیک تعریف صحیح از مشکل هست، تعریفی که نمیشه تحمیل بشه از خارج و یه کارشناس بیاد بگه که نه، تعریف دقیق این مشکل چی هست. طرفین باید مشارکت داشته باشن در تعریف دقیق. همه احساسی دارن، خب یه مشکل اجتماعی وجود داره، عدم تفاهم وجود داره، اختلافات جنگ و صلحی ممکنه وجود داشته باشه، همه یه برداشتی دارن، ولی اینی که دقیق تعریف بشه
باز تکنیکایی هست، مثلا بنیاد کترینگ از بنیادهای بسیار مهم بعد برگزار کننده دیالوگ. یک بار در یک پروژه عظیم دیالوگ در آرژانتین بین نیروهای مختلف از اون مراحل بسیار شکننده تاریخ اخیر آرژانتین آمدن، چهار تا تخته بسیار بزرگ گذاشتن، هر کسی آمد به زعم خودش تعریفی نوشت از مشکلی که وجود داره. چند دور گشتن، رول بازی کردن، نقد کردن، این تعداد تعاریف رو کوچکتر و کوچکتر کردن، حتی به یه جور ائتلاف سازی رسید که یه عده‌ای جمع می شدن، توافق می کردن برای اینکه تعریف مشترک اونا وزن بیشتری پیدا بکنه. خود تعیین دقیق تعریف مشکل خودش شد یه زورآزمایی سیاسی برای اینی که روشن بود که یه جور تعریف بشه با یه تکیه هایی، با یه ظرافت هایی، ممکنه به نفع یه طرف تمام میشه یا به ضرر طرف دیگه. خود این یه بازی سیاسی بسیار مهمیه، ولی باز از تخصص های موجی دیالوگ هست که این سیر تکاملی تعریف دقیق رو همگرا بکنه، واگرا نشه، موجب اختلاف نشه. همونجا شاید 50% موفقیت یه دیالوگ دموکراتیک روشن میشه، اگر واقعا به هم دیگه برسن به تعریف دقیق مشکل، بخش مهمی از خود مشکل رو حل کردن. خب اینجا به کفایت صحبت راجع به اهم ملاحظاتی راجع به تعیین تیم اجرایی میرسیم و حالا راجع به اهداف دیالوگ صحبت میکنیم. دو بخش میشه تقسیم کرد اهداف دیالوگ رو، یکی مربوط به نتایج مطلوب کل دیالوگ هست، این دیالوگ که تموم شد چه تحولی به وجود اومد، چه کار مثبتی انجام شد، تعریف اون قبلا از شرایط موفقیت چیه، کی میتونیم بگیم موفق شد، مقیاس هایی داریم، یه چیز قابل اندازه گیری داریم. اینا خیلی مهمه برای اینکه تمرکز پیدا بشه روی یه نتیجه نهایی که کل کار دیالوگ هم گرا بشه. بعضی از این تحول های مطلوب ملموس هم میشه گفتش که این دیالوگ میخواد به یه توافق نامه برس، میخواد به یه تصویب یه قانونی برس، خیلی روشنه، یا میشه یا نمیشه. بعضی از این نتایج مطلوب غیر ملموس هم، میخواییم مثلا ظرفیت همکاری بین گروه های نیروهای سیاسی بالاتر بشه. بعضی از این نتایج مطلوب غیر ملموس راجب تحول فردیه، افرادی باید عوض بشن، روابطشون عوض بشه، دیدگاهاشون عوض بشه، تفسیرشون، احساسشون نسبت به هم دیگه عوض بشه. بعضیشون مربوط تحول‌های اجتماعی میشه، البته این دوتا هم به هم ارتباط داره. بعضیا مربوط به اثرگذاری روی نهادهایی که در اجتماع وجود دارن که در سیاست مهم هستن، مثلا در دیالوگ دموکراتیک در گواتمالا اینی که چند نهاد به همزیستی مسالمت‌آمیز برسن، این که خشونت کمتر بشه بینشون، اینی که حکومت محلی که متأثر از اون نهادها بود ظرفیت تحویل کارش بیشتر بشه، تعداد شکایت‌ها کمتر بشه. بعضی جاها معیار موفقیت دیالوگ میتونه تحولی در افکار عمومی بشه، خب مکانیزمای سنجش افکار عمومی وجود داره، قابل اندازه است، اندازه گیری است. گاهی اوقات میشه از
اهداف جزئی به عنوان اهداف واسطه یا میانه راه به یه اهداف کلی رفت. مثلا در موریتانیا بعد از دو تا کودتا و اختلاف نظر شدید بین نیروهای سیاسی، موضوع دیالوگ دیگه راجع به هیچ کدوم از اون چیزایی که در حرارت در کوره کودتا پخته شده بود نمیتونست باشه، رفتن به یه مسئله خیلی کلی تر که مثلا به اهداف اون پروژه معروف هزاره‌ای سازمان ملل که اهدافی رو برای کل بشریت تعیین کرده بودن، بیان ببینن که هر کدوم پیشنهادی بده، هر کدوم نیرو پیشنهادی بده که به این اهداف کلی جهان شمول هزاره سازمان ملل چجوری میتونیم برسیم. این شد یه هدف واسطه، یه مقدار از یخاب شد، یه مقداری از راه های همکاری باز شد تا بتونن به هدف های مشخص تایی راجع مشکلات روز موریتانی برسن. بخش دوم اهداف مربوط به نتیجه نهایی نیست، مربوط به خود فراینده دیالوگ هست. چه چیزی توی دیالوگ باید به وجود بیاد؟ یه تیم با کفایت در دیالوگ، تیم مجری با کفایت، باید بتونه ارتباطات لازم رو با اجتماع بیرون اون جمعی که در دیالوگ هستن، با پشتیبانانی که پشتیبانی مستمرشون لازم هست، با صاحب نظرها که هم رو اجتماع اثر میذارن هم رو شرکت کنندگان توی خود دیالوگ اثر میذارن، با آراء کلیدی که حالا در هر صحنه این دیالوگ صورت میگیره، اون آراء اثرگذار هستن روی نتیجه مطلوب دیالوگ، و نمایندگان گروه های بخش های از اجتماع که باید یا تحت تاثیر نتیجه دیالوگ قرار بگیرن یا میتونن روی خود دیالوگ افکار و نظرهای اونا بخصوص در دیالوگ های طولانی تر اثرگذار باشه. از دیگر اهداف مربوط به خود دیالوگ، چیزیست که در بخش اول این درس ها بهش خیلی تاکید شد، ایجاد محیط بیطرفی که شرکت کنندگان درش احساس امنیت بکنن. این یکی از اهداف خود دوران دیالوگ است. نمیشه زیادتر از حد راجع به این صحبت کرد، اینقدر مهمه که هرچی راجع بهش تاکید بشه مهمه. این احساس امنیت مستمر شرکت کنندگان و احساس بیگانگی پیدا نکردن راجع به دیالوگ از مهمترین اهداف فرایندی دیالوگ هست. راضی کردن نهادهای ذی‌نفع در قبول کردن نتیجه این دیالوگ، نهادهایی که اصلا شرکت هم نکردن در این دیالوگ ولی بخشی از اجتماع هستن، نهادهایی هستن که منافعی دارن که اون منافع تحت تأثیر نتیجه این دیالوگ قرار میگیره، احساس اعتماد دادن به اونها، همکاری با اونها، ارتباط مستمر با اونها. گاهی اوقات هم اهداف میانه‌ای به وجود میاد که وقتی شرایط پخته نیست، وقتی که فرض بکنید که پل زدن آنی بین حکومت و بعضی از نهادهای مدنی ممکن نیست، اهداف واسطه‌ای مثل ظرفیت سازی درون حکومت، ظرفیت سازی بیشتر درون نهادهای مدنی برای اینکه بتونن با هم دیگه کار بکنن، یا وقتی که ساختار درونی احزاب یا نیروهایی که وارد دیالوگ شدن دچار مشکل و چالش‌هایی میشه به علت شرکتشون تو این دیالوگ. گاهی اوقات اعتماد نسبت به نماینده یا نهاد در دیالوگ کم میشه برای اینکه داره با مخالفین اون نهاد یا اون نیرو صحبت میکنه. اینجا باز ایجاد ظرفیت سازی، انسجام بیشتر و کارهای درون گروهی میتونن از اهداف میانه
فرایندی دیالوگ باشم. بعد اگر خوب این اهداف میانه پیش بره، میتونن از فشارهایی که محیط دیالوگ روی پیشرفت دیالوگ میذاره کاسته بشه. امثالی هست مثل دیالوگ دموکراتیک در کوسوو که خود دیالوگ با پیشرفتش اثر بسیار مطلوبی روی کم کردن خشونت شد و اون مشکلاتی که دیالوگ وسط خشونت بین دو نیروی متخاصم، نیروهای آلبانی تبار و سرب تبار وجود داشت، به صورت ملموس شروع کرد در نیمه دوم دیالوگ تسهیل کردن پیشرفت دیالوگ. بنابراین اهداف میانه‌ای خیلی میتونه مؤثر باشه در رسیدن به اهداف و نتیجه های نهایی دیالوگ. با تعریف اهداف دیالوگ میرسیم به مبحث استراتژی. چه استراتژی ما رو اون هدف ها میرسونه؟ بیشتر دیالوگ های دموکراتیک برای ایجاد یه تحوله. وقتی این تحول اول با تحول های فردی شروع میشه، تحول در اون افرادی که در این دیالوگ شرکت کردن، به نتیجه نهادهایی که اونها ممکنه نمایندگی بکنن. این تحول عوض کردن به جهت مثبت مدل های فکری و ذهنی این افراد، احساسی که راجع به موضوع، مشکل، سایر شرکت کنندگان دارن، تفسیرهاشون، برداشتهاشون، خروج از اون جمود فکری که یه سابقه سیاسی ممکنه با وجود آورده باشه، بعد تغییر رفتارشون. بعضی از اینا مشخص میشه همونجور که سیر تکامل یه دیالوگ پیش میره، روشن میشه که اون تحولات درونی و فکری چجوری داره تبدیل به تحول رفتاری میشه و بالعکس یه اثر متقابل رو هم دیگه دارن. بعد برسه به نتایج ملموستری، توافقها، تعهدهایی که به هم دیگه میکنن شرکت کنندگان در دیالوگ بعد از اینکه نزدیکتر شد مواضع فکرشون نسبت به هم دیگه، و همه اینها نشونه اینه که نه فقط راجع به اون مورد خاص مورد بحث در اون مرحله از دیالوگ، ولی اصولا ظرفیت همکاری بالاتر رفته. دو تا مسئله که حل کردن، مسئله سوم آسان‌تر میشه، زبون هم دیگر بهتر میفهمن. اما برای تعریف موفقیت نهایی دیالوگ، معمولا این تحولات فردی و آنچه که بین شرکت کنندگان در خود این چهار دیواری دیالوگ صورت میگیره کافی نیست. منظور معمولا یه تحول بزرگتر در سطح اجتماع، در سطح جامعه سیاسی هست. تعریف های مختلفی، دیدهای مختلفی از این تحول های اجتماعی وجود داره. شایان چرچ و مارک راجرز از متخصصین دیالوگ دموکراتیک 10 تا رویکرد تعریف راجع به این تحول رو لیست کردن. میشه بعداً به همشون رجوع کرد. من الان برای اینی که به عنوان مثال روشن بشه چه نوع انواعی، لیستایی از تحول اجتماعی رو دارن راجع به صحبت میکنن، 5 تا شد نمونهش رو میگم. یه تئوری تحول روی فرد تکیه میکنه، متمرکز روی این هست که اگر تعداد کافی از افراد جامعه تحول درونی پیدا بکنن، تعداد ضروری برای یه تحول اجتماعی آگاهیاشون، باورهاشون، رفتارشون
ذهنیتشون راجع به یه مشکل عوض بشه، این خودش یه تحول اجتماعی به وجود میاره و متمرکز روی اینا میخوان این تحول رو روی اون تعداد ضروری از افراد به وجود بیارن. یه روی کرده دیگه روی روابط بین افراد، نه فرد فرد بلکه روی روابط افراد تکیه میکنه. میخواد نتایج مطلوبش خروج افراد یا بلوک هایی از جامعه از انزوا باشه، تعامل بیشتر بین اینها باشه، دیوارهای تقسیم اجتماع شکسته بشه، شرایطی که در اون افکار باورها قطبی شده در تضاد با هم دیگه، تقابل با هم دیگه تعریف میشه در اجتماع عوض بشه، پیشتاوری ها از بین بره، دیگه این گروه های اجتماعی اسیر برچسب ها نباشن که با هر گروه دیگری به مسیر تعامل شروع میکنن همون برچسب غالب بشه به ذهنشون. و این روی کرده تکیه روی روابط وظیفه دیالوگ رو شکستن همه این موانع اجتماعی در راه روابط سالم اجتماعی میبینه. یه روی کرده دیگر روی نهادها تکیه میکنه. مطلوب این نوع دیالوگ ایجاد یه تغییر عمیق در نهادهایی هست یا ایجاد یه نهادهایی هست که پایه های دموکراسی، پایه های مساوات، مبانی تضمین عدالت، توزیع منصفانه منابع عمومی باشه. اینجوری که کار مشخص نهادسازی یا ایجاد تحول تغییرات درونی در نهادها هست. یه روی کرده دیگر نخبه‌گراست. تکیه میکنه روی رهبران فکری، اونا رو بشناسیم، نظر اونها رو عوض بکنیم. عاملین کلیدی تغییر مطلوب راجع به این مشکل خاص این دیالوگ کیا هستن؟ چجوری میشه نشست خانهشون کرد؟ خب اینجا تکیه روی افراد معدود منتها با اثرگذاری بیشتر هست. و گاهی اوقاتم در فرایند این نوع دیالوگ تعریف اینه که کی اثر گذار بود یا کی اون نخبه بود که باید می‌داشتین عوض میشه، چهره‌های جدیدی وارد میشن و تعریف حتی منافع این نخبگان اونجوری که قبلا راجع بهش فکر میکردن عوض میشه، روابطشون عوض میشه در فرایند دیالوگ. و کار این دیالوگ اینه که فضایی رو به وجود بیاره که این تحولات مثبت به وجود بیاد یا عوامل مثبتی که از قبل شناخته نشده بودن ظهور پیدا بکنن و شرکت بکنن و کار رستن و نتیجه مطلوب دیالوگ رو پیش ببرن. یه روی کرده دیگر این هست که نه، باید این اصلا در سطح نخبگان هم نمیشه کار کرد، اینها یه جوری قفل شده کارشون، از درون خلاصه روابط بین این نخبگان نباید چشم انتظار همچین زیادی داشت، باید بسیج تو بیکن، باید در اجتماع یه تحول ملموسی به وجود آورد که با حرکاتی ملموس مشهود اثرگذاری بکنن روی ساختار قدرت یا روی ترکیب اون نخبگان و اونها رو متوجه بکنن که باید تجدید نظری بکنن از اون روابطی که قبلا با هم دیگه داشتن تا این قفل باز بشه و راه جدیدی برای برون رفت از اون مشکل مطرح در دیالوگ پیدا بشه. راجع به اهداف صحبت کردیم، راجع به استراتژی تحول برای رسیدن به اهداف صحبت کردیم. حال میرسیم به مرحله انتخاب شرکت کنندگان در دیالوگ. البته زیاد راجع به این صحبت کردیم در مقوله ارزیابی، ولی همیشه یه انتخاب هایی
موجود هست، گزینه های موجود هست در انتخاب شرکت کنندگان که باید بهش توجه بشه. گاهی اوقات دیالوگ بیشتر متمرکز میشه روی یه تعداد کمی از افراد کلیدی. گاهی اوقات فکر میکنه اینا مهم نیست و تعداد بیشتری رو باید آورد توی دیالوگ. گاهی رویکردش بالا به پایینه در انتخاب شرکت کنندگان، گاهی از پایین به بالاست. ممکنه این اولی و دومی با هم نزدیک به نظر بیان که اونجا که کلیدی ها رو انتخاب میکنین بالا به پایینه، اونجا که تعداد بیشتری انتخاب میکنین پایین به بالاست. الزاماً همیشه اینطور نیست، برای اینکه گاهی اوقات توی اون نوع اولی انتخاب شما فقط میخواین اثرگذاری روی افراد کلیدی بکنین و مهم نیست که اثرگذاری بالا به پایین چی باشه. در مقوله های جنگ و صلح، دیپلماتیک، گاهی اوقات این موضوع هست که فقط تمرکز روی افراد کلیدی هست. گاهی اوقات انتخاب فرد به عنوان فرد مثل همون افراد کلیدی، گاهی اوقات انتخاب فرد به عنوان نماینده یه جمعی هست. وقتی که مسئله نمایندگی مطرح میشه، اگه ساختار خیلی منظم باشه، خب یک مکانیزمی داره ساختار اون نهاد برای اینکه نماینده خودشو معرفی بکنه. گاهی اوقات اینقدر روشن نیست. گاهی اوقات روشن هست ولی خوبه که روشن نباشه. یعنی خوبه که مجریان دیالوگ راهی رو پیدا بکنن که اون نماینده مطلوب خودشون رو بیارن و نهادم قبول بکنه که او بیاد و نه نماینده دیگری، چون آگاهی دارن راجع به فرد، میدونن یکی بیاد بیشتر سازنده است، اون یکی بیاد ممکنه فضا رو متشنج بکنه. باز برگردیم به همون تجربه اتحاد برای دموکراسی به دعوت مرکز اولوف پالمه. یکی از احزاب بود که خیلی کار روش شد که فلان نماینده بیاد و فلان نماینده نیاد. چیز پیچیده‌ای بود برای اینکه اعتماد سازی کافی درون اون نهاد بشه که اون نماینده صحیح رو بفرستن. آخرم اینطور شد، چون به هر حال خوردن اون نماینده ای که از اون سازمان میاد با بقیه شرکت کنندگان در دیالوگی اصلیه برای موفقیت دیالوگ. اینا ظرافت هایی هست که مجریان دیالوگ باید باهش دست و پنجه نرم بکنن. در ضمن همیشه این انتخاب افراد باید یه دید دینامیک باشه. گاهی اوقات عوض میشن شرکت کنندگان، گاهی اوقات در میان همون شرکت کنندگان رول ها عوض میشه. یه نفر واقعا میدرخشه و شروع میکنه اثرگذاری بیشتر از اون حدی که انتظارش بود. در آغاز دیالوگ باید این انعطاف پذیری وجود داشته باشه که بتونن استفاده بکنن از رول مثبتش. و بالاخره اونایی که خارج از دیالوگ قرار گرفتن ولی میتونن کار دیالوگ رو از خارج خراب بکنن، اینا جزء انتخاب شرکت کنندگان نیست، ولی راهی برای کم کردن اثر منفی اونها باید پیدا بشه. ارتباطاتی که باید برقرار بشه راضیشون بکنن. خلاصه اینه که کسی که واقعا داخل دایره دیالوگ نیست، اصلا موضوع توجه دیالوگ هم نیست، اینطور نیست، به خیلی از چیزها خارج باید توجه کرد. و بالاخره نیروهای سومی که طرفین دیالوگ نیستن ولی ذینفع هستن و اثرگذار هستن، همونطور که قبلا هم راجع به صحبت شد توی محیط دیالوگ، که شرکت کننده واقعی نیستن ولی دائم باید بهشون توجه بشه.